او روزای متوالی را می رفت و می گفت عکاس خوب باید اول از همه کفشای خوبی داشته باشه. دوربینای سبک و قابل حمل رو ترجیح می داد و نظرش این بود که این دوربین نیست که عکاس رو می سازه، این نگاهه که اهمیت داره. مارکریپو در سال 1923 در شهر لیون به دنیا آمد. کودکی و نوجوانیش رو در همون شهر گذروند و از طریق برادرش ژان با عکاس معروف هانری کارتیه برسون ملاقات کرد. البته که عکسای اون رو از قبل میشناخت. تصمیم گرفت عکاس بشه و به همین خاطر به پاریس اومد. ریبو از مکانهای معروف پایتخت بازدید و از اون عکاسی کرد. میدان ورژ، کلیسای نوتردام و برج ایفل. او رنگ زدن ایفل رو تصویر کرد. مجموعه کاملی از عکس‌هایی که در اون سال یعنی سال 1953 نقاشا رو در حال کار کردن بر روی برج نشون میده. همونطور که در عکس‌ها می‌بینیم، ریبو یک روز کامل اونا رو دنبال می‌کنه در زمان کار و هنگام نهار. یکی از عکس‌ها از بقیه متمایزه و دو عکاس معروف یعنی هانری کارتیه برسون و رابرت کاپا اون رو برای چاپ انتخاب می‌کنن و این عکس به مجله لایف فروخته میشه. لایف در اون دوران یکی از مهمترین مجلات مصور آمریکا بوده. به لطف چاپ این عکس، مارک ریبو وارد آژانس عکس مگنوم میشه که قدم مهمی در مسیر حرفه‌ای او به عنوان عکاسه. چون این آژانس بسیار فعاله و به ریبو امکان میده از راهنمایی‌های دیگر عکاسان این آژانس استفاده کنه. عکاسایی که او رو تشویق میکنن سفر کنه و کشورهای دیگر رو کشف بکنه. اول همه میره به انگلستان. در ادامه نمایشگاه میپردازیم به سفر مهم اون به سمت مشرق. سفری که طی اون این عکاس 30 ساله خودش و دنیا رو همزمان کشف میکنه. برای این سفر ریبو از جورج راجر یکی دیگه از عکاسای مهم مگنوم یه دوربین قدیمی میخره و از خانه جورج راجر در بیروت به سمت استانبول به راه میفته. یکی از عکس‌های مورد علاقه ما در این قسمت عکس لاک پشت و جاده است که در واقع نمایانگر ضرباهنگ این سفره. خودش میگه من بیشتر گردشگرم تا عکاس. او عجله نمی‌کنه و سر فرصت پیش میره و به راهش ادامه میده تا به ایران برسه. ما برای این قسمت چند عکس نادر و کمتر دیده شده از ایران را انتخاب کردیم. در مرحله بعد به افغانستان میره که براش حکم ورود به جهانی سراسر رازآلود و ناشناخته رو داره. اون هم برای عکاس جوانی که تا به حال سفر نکرده و این اولین سفر طولانی و مهم زندگیشه. در ادامه سفر از مرز عبور میکنه و به پاکستان میرسه. در اونجا از کارگاه ساخت اسلحه دستساز عکاسی میکنه. به سمت شمال ادامه میده و از شمال وارد هندوستان میشه و یک سالی همونجا میمونه. در طول نمایشگاه که به ترتیب زمانی چیده شده، ما مسیر مارک ریبو رو دنبال میکنیم. سفر اساسی که در نهایت در سالهای 1957-58 به چین و ژاپن ختم میشه.
اول ژانویه 1957 به چین قدم میذاره. از همون ابتدا در قطاری که او رو از هنگ کنگ به کانتون میبره شروع به عکاسی میکنه. چین برای او کشف بزرگیه و ثمره اون ثبت تصاویری نادره، چون در اون زمان تقریبا هیچ عکاس خارجی اجازه سفر به چین رو نداشته. عکس‌های او برای ما غربی‌ها و حتی امروزه برای خود چینی‌ها اسنادی‌اند که اهمیت تاریخی دارند. ریبو مصمم میشه دوباره به چین برگرده. سالها منتظر ویزای دوم میمونه و بالاخره این سفر دوم در سال 1965 میسر میشه. ریبو مجدداً از وجوه مختلف زندگی شهری در پکن و کارخانه ها عکاسی میکنه. عکاسی در کشوری که در حال صنعتی شدنه و آموزه های چین کمونیستی درش در حال جا افتادنه. در این عکس ها میشه سرآغاز انقلاب فرهنگی چین رو دید. در ادامه نمایشگاه نگاهی میندازیم به عکس‌های دهه‌های 60 و 70 میلادی. عکس‌هایی که بیشتر گزارشی‌اند. تصاویری‌اند از استقلال کشورهای آفریقایی به ویژه الجزایر. ریبو از 1960 تا 63 چندین بار به الجزایر سفر می‌کنه. این عکس دختری که گلی در دست داره و عکسی معروف و نمادینه که خیلی ها اونو می‌شناسن بدون اون که بدونن عکاسش کیه. این نمایشگاه مجموعه کاملی از کارهای مارک ریبوست، مجموعه‌ای که غنا و تنوع کاری یکی از بزرگترین عکاسان نیمه دوم قرن بیستم را نشون می‌دهد.